تحلیل اطلاعات آخوندی، اهداف انتقال منافقین به لیبرتی، منافقین در پی پناهندگی بین المللی، خبرگزاری وزارت اطلاعات 5 دی 1390. کلینتون در راستای حمایت از منافقین مدعی شد. استقرار منافقین در پایگاه لیبرتی گام مهمی در راستای پناهندگی این افراد در کشور سوم خواهد بود. منافقین به زودی از اردوگاه اشرف به پایگاه نظامی لیبرتی منتقل می شوند. این اقدام با اهداف مختلفی صورت می گیرد که کسب پناهندگی بین المللی از سوی منافقین مهمترین هدف محسوب می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا شب گذشته اظهار داشت که عراق با انتقال اعضای سازمان مجاهدین، گروهک تروریستی منافقین، از اردوگاه اشرف در استان دیاله موافقت کرده است. وی با بیان این مطلب افزود: مقامات بغداد و سازمان ملل متحد روز گذشته توافق کردند خروج این افراد از عراق برای مدتی به تعویق بیفتد تا این مسئله از طریق یک راه حل جدید حل و فصل شود. به گفته وزیر خارجه آمریکا، اعضای منافقین به طور موقت از اردوگاه اشرف به پایگاه لیبرتی منتقل می شوند. پایگاه لیبرتی پیش از این مقر نظامیان آمریکایی در عراق بود که در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد در شمال غرب بغداد واقع است. کلینتون در راستای حمایت از منافقین مدعی شد که با استقرار منافقین در پایگاه لیبرتی، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد می تواند بر اوضاع آنها نظارت داشته باشد و این گام مهمی در راستای فراهم کردن مقدمات پناهندگی این افراد در کشور سوم خواهد بود. انتقال منافقین از اردوگاه اشرف به پایگاه نظامی لیبرتی در حالی صورت می گیرد که مردم عراق خواهان خروج کامل منافقین از خاک کشورشان هستند. منافقین که قرار بود تا اواخر سال جاری میلادی خاک عراق را ترک کنند، با رایزنی‌های سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و آمریکا، مهلت حضورشان در عراق به مدت 6 ماه تمدید شد. در مورد اینکه چرا اردوگاه اشرف به پایگاه لیبرتی منتقل می‌شود، برخی بر این باورند مردم دیاله همچون دیگر شهروندان عراقی از حضور تروریست‌های همچون منافقین در خاک کشورشان ابراز انزجار می‌کنند و لذا احتمال داده می‌شد ساکنان دیاله شخصاً وارد عمل شوند و منافقین را وادار به ترک اردوگاه کنند. به عبارتی دیگر، انتقال اردوگاه در وهله نخست برای حفظ امنیت منافقین و حفاظت موقت از آنها صورت گرفته است. اردوگاه اشرف در استان دیاله از دهه 80 میلادی مقر منافقین بوده است و طی این مدت میلیاردها دلار برای افزایش امکانات اردوگاه اشرف و رفاه منافقین هزینه شده است، تا جایی که در این اردوگاه اراضی کشاورزی، کارخانه، امکانات نظامی و تبلیغاتی و ماهواره‌ای وجود دارد. اما پایگاه نظامی لیبرتی همچون یک پادگان است و از امکانات بسیار پایینی برخوردار است و به عبارتی دیگر دولت عراق سعی دارد با این اقدام تمرکز منافقین در اردوگاه مملو از امکانات دیاله را از بین ببرد. از سوی دیگر این پرسش به ذهن خطور می کند که چرا منافقین با انتقال خود به پایگاه کم امکانات لیبرتی موافقت کردند. همانطور که در اظهارات هیلاری کلینتون مطرح شد، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد با استقرار منافقین در پایگاه نظامی لیبرتی می تواند بر اوضاع این افراد نظارت داشته باشد
و این گام مهمی در راستای فراهم کردن مقدمات پناهندگی منافقین در کشور سوم خواهد بود. سرکردگان منافقین برای انتقال خود به پایگاه لیبرتی شرط تضمین امنیت اعضای اردوگاه اشرف تحت نظارت سازمان ملل را مطرح کردند. در حقیقت این گروهک برای کسب پناهندگی بین المللی تلاش می کند تا از این طریق در هر کجای دنیا که پناهنده شد این پوشش بین المللی را همراه خود داشته باشد. خبرگزاری وزارت اطلاعات در تفصیل دیگری در همان روز 5 دی نوشت بایدن وارد عراق می شود، معاون اوباما به کمک العراقیه می رود. یک منبع عراقی فاش کرد معاون رئیس جمهوری آمریکا فردا در یک سفر غیرمنتظره وارد عراق خواهد شد تا درباره بحران سیاسی کنونی این کشور به ویژه موضوع حکم دستگیری طارق الهاشمی با مقامات عراقی رایزنی کند. بایدن چندی پیش در موضعی مداخله جویانه نوری المالکی را به در پیش گرفتن گفتگو برای حل بحران سیاسی کنونی در عراق دعوت کرد. وی با جانبداری آشکار از طارق الهاشمی متهم به حمایت از تروریسم نشان داد که ادعاهای آمریکا درباره مبارزه با تروریسم دروغ است.